تو چیتگرش امنیت سپاه چسبید بهم. گشته چی؟ سار الله. خیلی حرکت گنگی کردم جلو یارو، گفتم آقا اصلا من اسلحه که سر آماده شلیک نیست، برش داشتم گلنو کشیدم همش رو رفیق قدم گرفتم رو پای خونه پا زدم. چیزی به آدم نبندن، نگن فلان جوای اصلا فلان کارو کردی، این داستانا نبندن واسه ما. حبس مبس اوکیه. جیدال دیگه عضو رسمی گروه پایدار نیست. سلام رفقا، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی‌های اخیر در خدمتتونیم. حواشی دستگیری علی بیگزمون به خاطر حمله اسلحه، جدایی ناراحت کننده جیدال از گروه پایدار. امروز اومدیم این قضیه رو دنبال کنیم، پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید و بهمون انرژی بدید. راستی زنگوله رو یادت نره بزنید تا اولین نفر از اخبار و حواشی‌ها با خبر بشی. قبل ادامه ویدیو اینو بهتون بگم که جدیدن خیلی شرکت و افراد اومدن برای نقد کردن درآمد یوتیوبرای تازه کار، که بهتون میگن درصد کمی ازتون میگیریم و بعد از بستن قرارداد میفهمید که سرتون کلا رفته و نصف درآمدتون نیست به اونای مختلف از جمله مالیات و انتقال پول و کلی چیزای دیگه از درآمدتون کم میشه. پیشنهاد تیم ما اینه که با انروپی کار کنی، چون هم پشتیبانی قوی داره و حتی میتونه تو محافظت از محتوا کمکتون کنه و همچنین قراردادهای شفاف و درستی داره که با خیال راحت میتونید باشون کار کنید. علی جیدال با گذاشتن این استوری خبر ناراحت کننده جداییش از پایدار رو بهمون میده. آلبوم ستاره سهیل اولین آلبوم مستقل من هست. جیدال دیگه عضو رسمی گروه پایدار نیست. هیچ مشکل و کدورتی هم نیست. فقط تصمیم بر این که از اینجا یه کار مستقل و تنها به مسیرم ادامه بدم. پایدار مثل خانواده من میمونه. برای بچه ها آرزوی موفقیت دارم. علی بیگزمون برای کمپ یه اسلحه میخره، اما این براش مشکل میشه و پلیس به جرم حمل اسلحه غیرقانونی دستگیرش میکنه. علی بیگزمون توی لایوش کامل راجع به این قضیه توضیح میده که الان قرار با هم دیگه ببینیم. متاسفانه این لایو علی بیگزمون پاک شده و ما نمیتونیم لینکش رو براتون بذاریم دیسکریپشن. یکی از مخاطبای گل برامون این ویدیو رو توی اینستاگرام فرستاده که براتون بذاریم. خب زیاد وقتتون رو تلف نمیکنیم، بریم سراغ توضیح بیگزمون راجع به دستگیریش. من پریروز رفتم چه چیزی خریدم بچه ها؟ گان خریدم، آفرین، اسلحه خریدم، یه پی سی پی خریدم دوباره، که گفتم میخوام برم کمپ واسهتون ویدیو اینا بگیرم اسلحه داشته باشم. دیشب داشتم برمیگشتم خونه، من چیتگر رد داشتم از شیخ فضل‌الله جاده کرج میرفتم که از اون ور دور بزنم از چیتگر وارد لشکری شم و برم خونه. تو چیتگرش امنیت سپاه چسبید بهم. گشته چی؟ سار الله. تا تهش رفتید یا بیشتر توضیح بدم؟ مجوز مجوزی که اون فروشگاه عزیز لطف کرده به ما داده، شعر محسه، شعر محسه اون مجوز. با اینکه رو مجوز کل توضیحات اصله هست، چند جوله، چه چکاس گیوکاس های سنه مدرک نیم چی چرتو پرتیه. بیستیم زگه آقا هم چیزی ثبت شده است، گفتن نه آقا تفنگ قاچاقه. خیلی حالم بد بود دیشب. مجوز ببین دیگه تو سطح شهر ماشین تو اسلحه تو ماشین هم بوده دیگه، میدید چی میگم؟ یعنی هر جور چیزی که هست الان میتونم ببندن دیگه. از کجا فهمیدم تو ماشین گان داری؟ هیچ جلومو گرفتم ماشینو گشتم. بعد منم از اونجایی که حوصله نشم بیارم یا تو حق نری صندوقمو بگردی، گفتم بابا گانم که مجوز داره، صندوقو زدم بالا خودم. چونو باختم، اصلا هر که بردن، صورت جلسه کردم، منم بردن. یه زنگ زدم اینور اونور. کاری واسمون کردن، صبحی اومدیم بیرون. همون موقع که واسهتون استوری گذاشتم دیگه اومدم خونه تا ببینیم دیگه کی نوبت دادگاه ما میشه. بعد دادگاهی بشم چه میدونم چی بشم، حالا منتظر به اسمس سنا بیاد دیگه یا بهمون زنگ بزنه. ماشین نرفت پارکینگ، نه خیلی مالیدم ماشین، بس 3 ماه میرفت، خیلی مالیدم برای یارو. کارت ماشینم تازه اومد، کارت ماشین خیس بود، هنوز نو بود، هنوز خوش نشده بود مهرش. گفتم تو جون مادرت من تازه گرفتم، نخوابونم دقیقا. ولی وقتی امروز اومدم بیرون، عطا خدا به سر شاهده، عطا اومد پیشم، اولین نفر که اومد پیشم عطا بود. کت باز بودم پیش عطاها. ببین رفیق خلافکار داری، ببین گانگم من، مراقب باشین آموز. حالا برامون دعا کنید بچه ها خر نشه واسمون دیگه. آجی یکی تو چت نوشته فکر کنم تا حالا کسی نبوده که صبح آزاد شده باشه شب بیاد استوری. من صبح آزاد نشدم، استوری کی گذاشتم؟ ساعت چند بود؟ همون ساعت ها بود که دیگه اومدم بیرون. بابا آزاد آخه یه جور میگید آزاد، پایگاه بودم، آزادشگاه اونجا بودم، زندان نبودم که. لاشی ساعت 2 صبح گرفتنم، ساعت 3-4 اومدم بیرون، 13-14 ساعت بودم دارم کانتنتش میکنم. دل تو دلم نبود، حالا خیلی بد بود اون موقعی که گرفتنم، خیلی استرس داشتم. نگاه نکنید الان شعر میگم میگیم میخندیم،
خدایی یه لحظه خودتون رو بذارید جای من. خیلی از استرس سیکتیر شدم. هنوز هم حالا استرسشو داریم تو ببینیم تکلیفمون چی میشه. پرسوجو کردم این ور اون ور، در صورتی اتفاقی واسه هم نمیفته که ثابت بشه این اصله منفیه 40 جوله، بالای 40 جول باشه و نمیم اصله بگی بشه چونم پاره است. برای همین بچه خواستم بهتون بگم اصله چه کمرشکن، چه فنری، چه پی سی پی، هر چه آقا نگیرید تو ماشیناتون هم نذارید، اصلا نخرید آقا. اصلا الان اصله منم رفت 33 میلیون رفت. وکیل گرفتی؟ بله وکیل دارم داداش. برو مغازه‌دار شکایت کن. من اونم گفتم، من اون همش رو توضیح دادم، از کجا گرفتم، از کی گرفتم، آدرس دقیق همه چی رو دادم. اون آقا به من برگرد داده میگه این مجوز توه، راحت اصله رو بردار ببر. بعد الان بچه نباید اون گیر بیفته. گفت ببین طرف بتونی ثابت بکنی که این بهت فروخته، پای اونم گیره. گفتم کاری نری، ویدیو دارم از اونجا موقعی که داره اصله رو گاز میکنه، ویدیو دارم. صندوقو چرا باز کردی براشون؟ چون داریش هیچی نداشتم، وقتم نداشتم، حوصله نداشتم، خواستم زود بیام خونه. آره خب من میتونم صندوقو وا نکنم. خب دیگه طرفم میتونه 4 5 ساعت من نگه داره. گفتم که مجوز دارم با ولکو، صندوقم 4 تا دونه آب معدنی و وسایل کمپ دیگه. زدم بالا به سگ رفتم. اون اسلحه رفته الان برای شناسایی. ببینن چه جور اسلحه چیه، چیکار بعد. بعد به یارو گفتم بابا من هنوز با این اسلحه یه دونه تیرم نزدم. نگاه کن گلنو کشیدم گرفتم صندوق پا. زدم گفتم بابا اصلا آماده به شلیک نیست این اسلحه. خیلی حرکت گنگی کردم جلوی یارو. گفتم آقا اصلا من اصلا که سرقا آماده شلیک نیست. برش داشتم گلنه کشیدم همش رو رفت یه قدر گرفتم رو پای خورم پا زدم. بادش قشنگ شلوارم رو تکون داد. مام نگاه آقا برای چی آخه الان من بخواب مثلا این اصلا رو واسه داستانی صندوق هم نگردم. من یه کمپر سگم میرم کمپ میکنم و اینا. گفت آقا اصلا غیر مجازه اینو میفهمی یا نه؟ دیگه اینو که گفت گفتم بیگو. یک سال تو شاخته بابا خوبه، حبس اوکیه، اشکال نر بابا حبس. چیزی به آدم نبندن، نگن فلان جا با این اصله فلان کار کردی، این داستان ها نبندن واسه ما، حبس مبس اوکیه. لطفاً برای حمایت از ما اینستاگراممونو که لینکش تو دیسکریپشن هست دنبال کنید و اگر خبری از قلم انداختیم پوشش بدیم لطفاً بهمون اطلاع بدید. و در آخر نظر شما راجع به این قضایی ها چیه؟ من یک گیگا چت هستم و این ویدیو رو لایک میکنم.